سلام، ما دوباره برگشتیم. میزان‌ها رو از یه تقسیم بندی دیگه میتونیم به سه دسته میزان‌های ساده، ترکیبی و لنگ تقسیم کنیم. میزان‌های لنگ یا پیچیده، همونطور که از اسمش مشخصه و پیچیده‌ان، رو در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد و این دفعه میخوایم در مورد میزان‌های ساده و ترکیبی صحبت کنیم. پس میزان‌های دو ضربی و سه ضربی و چهار ضربی که یاد گرفتیم میتونن شخصیت ساده داشته باشن یا ترکیبی. خب حالا چجوری تشخیص بدیم که میزان‌های دو ضربی، سه ضربی یا چهار ضربی ما ساده‌ان یا ترکیبی‌ان؟ اگر در میزان ما، حالا دو یا سه یا چهار ضربی فرقی نمی‌کنه، ضرب‌های ما به دو قسمت یا مضرب‌های زوج دو تقسیم بشن، اون میزان ساده است. خب اگه یه نگاهی به فرم ساده و معمولی کشش‌ها بکنیم، گرد، سفید، سیاه، چنگ، دلاچه، همه اینا در حالت معمولی به دو قسمت تقسیم میشن. پس اگه فرم ساده و معمولی همین کشش‌ها به عنوان ضرب در میزان قرار بگیرن، این میزان ساده است. چرا؟ چون ضرب‌ها به دو، 4، 8 و 16 قسمت و مضرب های دو تقسیم میشن. ولی اگر ضرب های میزان ما به 3 قسمت تقسیم بشن، اون میزان ترکیبیه. به طور کلی باید یاد بگیریم که ضرب یا به دو قسمت تقسیم میشه یا به 3 قسمت، البته در حالت معمول. خب ضرب ها الان نگاه میکنیم که میبینیم نه گرد، نه سفید، نه سیاه، هیچ کدوم به 3 قسمت نمیتونیم تقسیم کنیم. اینجا از همون نقطه‌ای که توی درس‌های قبلی یاد گرفتیم استفاده می‌کنیم. اگر کنار سیاه که یک فرم ساده کشش هست، یک نقطه قرار بدیم، این سیاه نقطه دار رو دیگه میتونیم به سه قسمت تقسیم کنیم که در واقع میشه سه تا چنگ. یا اگه کنار یک چنگ یک نقطه قرار بدیم، این چنگ نقطه دار رو میتونیم به سه قسمت تقسیم کنیم که میشه سه تا دولا چنگ. پس اگر نقطه کنار ضرب‌های ساده ما قرار بگیره، اون ضرب‌ها دیگه ترکیبیه. پس یک تعریف کلی اگه بخوایم داشته باشیم، میزان‌های ساده میزان‌هایی هستند که ضرب آنها به دو قسمت یا دو تکه تقسیم میشه و در میزان‌های ترکیبی ضرب‌هامون به سه قسمت یا سه تکه تقسیم میشن. پس میزان‌های دو ضربی و سه ضربی و چهار ضربی ما میتونن ساده باشن، مثل این مثال‌هایی که داریم میبینیم. و میزان‌های دو ضربی و سه ضربی و چهار ضربی ما میتونن ترکیبی هم باشن. پس متوجه میشیم که میزان 6 8 یک میزان دو ضربی ترکیبیه که هر ضربه اون یک سیاه نقطه داره. ولی این ضرب رو فقط به صورت یک سیاه نقطه دار نمی‌نویسن، میتونیم سیاه نقطه دار رو معادلش که سه تا چنگ رو میشم در میزان قرار بدیم. پس برای سیاه نقطه دار اول سه تا چنگ قرار میدیم و برای سیاه نقطه دار دوم هم سه تا چنگ قرار میدیم و در مجموع در یک میزان 6 8 6 تا چنگ در یک میزان رو کاملا میتونیم ببینیم و مشاهده کنیم که در واقع درس اول تنبک یا دف ما هم از میزان های ترکیبی شروع شده.